سلام. تو این قسمت از معرفی و بررسی مشاغل ما تصمیم گرفتیم با شخصی صحبت بکنیم که سالهای سال تعمیرات انجام میده. حالا هر وسیله برقی که شما بگین ایشون انجام میده، بیشتر تخصصش تلویزیونه. در رابطه با این شغل بیاییم صحبت بکنیم امروز. ببینیم چجوری اوضاع احوال این شغل. به نام خدا، ابراهیم غلامرضایی هستم. 13 ساله تو شغل صوتی تعمیرات صوتی تصویری هستم و در خدمت شما هستم. خب من رشتم الکترونیک بود، تعمیرات صوتی تصویری هم یکی از شاخه‌های خود الکترونیکه و چون علاقه داشتیم به تعمیرات اومدیم توی شاخه، حالا مثلا موبایل هست و غیره، ولی ما اومدیم تو قسمت تعمیرات صوتی تصویری و آشنا شدیم با این که ادامه دادیم. توی این سن و سال 29 سالگی این کار آسیبی بهت زده؟ مثلا فکری، بدنی؟ خب این کار یه خورده چون حالا جسمی نیست، بیشتر فکریه، ذهنیه. آره توی ذهنی اذیت میشه. حالا بحث کاریه، یه موقع کار پیش نمیره، نبود قطعات. مثلا شما یه قطعه یه آیسی به بنبست میخورید، چون تو کشور ما تحریم و این حالا به قولی گفتنی وارد کردن قطعات سخته. از اون برم ما چون با هویه کار میکنیم، قل اینا یه خورده سرب داره، وقتی که قل رو میزنید یه دودی ازش بلند میشه، برای سینه به مشکل برمیخور. اگر ریه مشکل داره، آره ریه برای مشکل داره، تو تنفس اینا خیلی اذیت میشید. اگر خیلی بخواید استفاده کنیم مثل نزدن ماسک اینا روش تأثیر گذاره. و چون ما هویه کاری میکنیم یه خود سرمون دولای کمردرد اینا هست، مشکلات جسمی ما داغ میشه روی دستگاه، دودی بلند میشه، این بوها اذیت میکنه. حالا بس این نیست، ما فقط تینر هم هست تو کارم، باید شستشو بدیم بردو، تینر هم هست، اینا همش تأثیر میذاره رو ریه و بوهایی که دور اطراف هست. تا حالا شدی تو شغل خودت به این لجه برسه آقا تمامش کنم برم سراغ یه شغل دیگه؟ بگم 100% نه، ولی خب آره اذیت شدن داره. بالاخره ما جا به جایی تلویزیون داریم، تلویزیون هم صفحه نمایششون بسیار خطرناک و ظریفه، احتمال شکستنش هست. خب تو جا به جایی یه ترمز بزنی اگر جاش بد باشه صفحه میشکنه. خسته شدم، آه چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، چون خسارت داره. اگر دقت نکنی اون آیسی که میخوای عوض کنی یا قطعه که میخوای بذاری رو دستگاه، اگر بد بذاری احتمال سوختن قسمت های دیگه داره. خیلی دقت باید بالا باشه. از آقا ابراهیم پرسیدم این شغل رو به کسی هم توصیه میکنه؟ این شغل باید دوست داشته باشی میگه توش، وگرنه خیلی سختی های خودش رو داره، چون باید مطالعاتو داشته باشی در موردش. هر روز دستگاه جدیدتر میاد و این تکنولوژی بروزتر میشه، شما نمیتونید یه جا در جا بزنید. یعنی اگر من تا الان به قول شما تو این 13 سال هرچی داشتم باید هر روز بخونم، یعنی با علم جلو برم، چون قطعات داره تغییر میکنه. اوضاع مالی این کار این کار اوضاع مالی آنچنانی نداره که بخوای بگی آره آیندهش خوبه، تو میشی مرفه و راحت زندگی میکنه. گفتم این به عنوان شغلی که بدونی اینقدر، اگه بتونی مثلا یه دونه در حد یه خونه، یه ماشین یا مثلا خیلی چیز شون، یه مغازه، یه حالت معمولی داشته باشی، آنچنان طلایی نداره به قول گفتم. اینجوری نیست که ببندی بگی آقا من تا آخر سال کار میکنم، فلان ماشین رو میخرم، بعد انقدر کار میکنم. تارگت تو کار شما وجود نداره. نه مثلا 30-40 سال من کار میکنم، که این 30-40 سال حالا هرچی در اومد دیگه، مثل قدیمی هم. نه اونجوری اصلا نیست. موازنه ما هم که دیدید توی هر روز تغییر نوسانات زیادی داره و یه چیزی نیست که به همین آسونی سری به اون طلاییه که شما مد نظرتونه یا مرفه بودنه برسید. پس یه سری سختی از خواستهای ما رو حتی بدیهی هم تأمین نمی کنه. روزی چند ساعت کار میکنی؟ حالا روزی که خب چون ما کارم خدماتیه، خب یه موقع بری ساعت 12 شب مشتری زنگ میزنه میگه آقا تلویزیونم خراب شده یا شبکه فلان شبکه رو نمیگیره. ما چون خدماتی هستیم خیلی ساعت کار چیزی نداره، ولی عرف معمولیش هم تقریبا مثل همون است. آقا ابراهیم ازدواج نکرده و ازش پرسیدم اگر بری خواستگاری نظر خانواده عروس در مورد کار تو چیه؟ جواباش هم باحال. چون شغل آزاد و خدماتی هست، چون
ما عیدا باید در مغازه باشیم، تعطیلاتمون خیلی کمه. خب فکر میکنم به این گزینه اذیت کنه اینا رو، یا وقتی مثلا خب بیشتر اوقات سر کار هستیم، این دیر اومدنه یا تو خونه گوشی زنگ خوردنه خیلی اذیت میکنه. همینجور که الان خانواده خودم مادرم اینا میگن خیلی اذیت میکنه. چالش بعد به حوزه مالی چی مثلا الان نگاه میکنه خانواده؟ بله او به اون چیزیش هم میگن. خب اندوختن چیه؟ میگه چی؟ یه جوان یا آقا من زودتر میخوام به نتیجه برسم، میخواد وارد این شغل بشه زودترم به نتیجه برسه به لحاظ مالی، این اتفاق براش میفته؟ یعنی بگه آقا من شروع میکنم به کار؟ نه بیس، چون این کار خیلی حساسیت داره. مثلا خود صفحه نمایش تلویزیون رو بخوای جدا کنی خیلی خطرناکه. حالا هستن همکارا و حالا خود ما احتمال خسارتش خیلی باره. مثلا این الان تلویزیون 32 اینچه خودمون صفحه نمایشش هلوش 4 میلیون پول صفحه نمایش. اگه بخوایم اون صفحه نمایش رو جدا کنیم، اگر یه گوشهش به جای یا یه بیق دقتی بشه شکسته و باید خسارت بدیم به مشتری. آره اینقدر که ریسکیه. خیلی خیلی ریسکش بالاه و خطرناکه. الان میدونی چیه؟ الان جوان امروزه میگه که من پول میخوام، دنبال پول میگرده. نه جوان ها، همه افراد، این که بیان مطالعه بکنن، وقت بذارن برای آموزش و یادگیری، یه مقدار فکر کنم به این سرعت نیست. مثلا تجارت بگی آقا طرف میره یه معامله میکنه، نه. این میلیارد هم گیرش میاد. نه اینجوری نیست. اینجوری نیست. ذره ذره باید خاک بکنی. کم کم آفرین. باید خاک این کار رو بخوری تا یه جایی برسی بتونی واسه خودت کاری انجام بدی. سرکار خانم موسوی، ما با بزرگواری که داشتیم گفتگو میکردیم، ایشون میگفت که من باید مثلا این سال کار بکنم، تلاش بکنم، حالا یه خونه یا یه ماشین، نهایت یه مغازه‌ای رو از خودم داشته باشم. یعنی سالها کار کردم، ممارست و و و. آیا در تجارت هم ما باید اینجوری سالهای سال کار بکنیم، تلاش بکنیم، تازه به بدیهیای زندگی برسیم؟ یعنی برسیم به یه خونه معمولی و یه ماشین معمولی و اینها، یا نه فرق داره اوضاع احوالش؟ تجارت به ویژه حوزه صادرات اصلا اینطور نیست. یعنی درآمدهای نامحدود میتونه داشته باشه، بسته به اینکه اون تاجر اطلاعاتی که در زمینه تجارت به دست میاره، روابطی که میتونه ایجاد کنه و ازشون استفاده کنه در تجارت، یعنی بسته به اون اطلاعاتش و روابطش میتونه درآمدهای عجیب و غریبی رو تجربه کنه. ما دیدیم دیگه توی یک معامله تاجر بیش از یک سال شغلهای دیگه درآمد داره. خب یکی از دلایل اصلیش هم این هست که شغل‌های دیگه در نهایت چند مشتری میتونن داشته باشن، بازار هدفشون چقدر بزرگه، در طول روز، در طول هفته، در طول ماه، در سال چقدر میتونن در واقع سفارش بگیرن و درآمدزایی کنن. در حالی که ما میبینیم توی تجارت به ویژه صادرات، بازار هدف ما کل جمعیت کره زمینه، یعنی بیش از 8 میلیارد نفر، و هر محصولی رو که انتخاب کنیم یه جمعیت بسیار زیادی هستن که خواستار اون محصولن. من الان تجارت فرش رو انجام میدم، به عنوان مثال خدمتتون بگم توی محصول فرش کافیه من یه معامله بزنم و کافیه یه کانتینر 20 فوتی فرش بفروشم، میشه چند هزار متر مربع. با سودش میتونم ماشینم رو عوض کنم، خونم رو ارتقا بدم، یا اینکه حتی فرش دستباف خیلی بالاتر هست حتی درآمدش. یعنی یک تخت فرش دستباف 12 متری میتونه باعث بشه که شما از پایین شهر کوچ کنید و برید بالای شهر خونه داشته باشین. جناب آقای خلیفی عزیز، ما توی تجارت خسته میشیم، کم میاریم یا نه؟ نه خسته نباید بشید. یعنی حتی اگه آدم هم احساس بکنه که خسته میشم، نباید خسته بشه. بالاخره باید تلاش بکنه که خودشو به اون مرحله برسونه. درست. که بتونه تو کار تجارت موفق بشه. بالاخره هر کاری ما بخوایم انجام بدیم، زحمت خودش رو داره. تلاشی میخواد، حداقل یه چند ماهی باید آدم یه خود صبور باشه، تأمینای درستی داشته باشه. حالا نکاتی که اساتید گفتن، یعنی با توجه به فرمایش شما اینه که ما نقشه راه داریم در تجارت و میتونیم از این پلن‌ها استفاده بکنیم. جناب آقای بخشنی عزیز،
یه نفر میگه من میخوام تجارتم رو شروع بکنم و دوست دارم زود به درآمد برسم، آیا این امکان در تجارت وجود داره یا نه؟ طرف باید سالهای سال مثل شغلی که باهاش صحبت کردیم انتظار این رو بکشه که یه درآمد خوب پیدا بکنه و بالاخره از این طریق درآمدش زیاد بشه. آیا توی تجارت این امکان رو این طرف وارد بشه و به سرعت هم بتونه پیشرفت کنه و رشد؟ بنده مهدی باشنی هستم. سرگذشت خودم اگه بخوام عنوان کنم، عزیزان متوجه میشن که تجارت چقدر با مشاغل دیگه فرق میکنه. من خودم شخصا شخصی بودم که کارمند صندوق قرض‌الحسنه بودم 10 سال، شاید 8 یا 9 تا شغل دیگه هم داشتم و اون چیزی که از زندگی میخواستم، اون درآمد، اون رفاهی که دوست داشتم داشته باشم و بهش برسم رو تو هیچ شغلی پیدا نکردم. تا اونجا که بعد از 30 سال زندگی مثلا تو یک شهر بزرگ مثل مشهد بلند شدم اومدم توی یه شهر کوچیک مثل نیشابور دارم زندگی میکنم. حالا خدمتون عارضم که تمام این شغلا رو من تجربه کردم و اون درآمده رو نداشتم. قبل از اینکه وارد آراد بشم اومدم تجارت سنتی رو شروع کردم، به دلخواه خودم تجارت سنتی رو شروع کردم و بازم اونجوری که دلم میخواست برام درآمدزا نبود، چون قانون تجارت رو نمیدونستم. بیش از 1 سال خورده هست تو آراد هستم، ممنونم از آراد. راههایی رو پیش پای من گذاشت، بهم نشون داد که واقعا دیدم من دوباره داشتم اشتباه میرفتم. اومدم به روش آراد جلو رفتم، اومدم تجارت رو محکم چسبیدم بهش. یعنی من همیشه 2 تا 3 تا شغل با همدیگه داشتم، ولی به قول خودمون عزمم رو جزم کردم و اومدم به روش آراد. اومدم تجارت رو واقعا با دل جون قبول کردم. الحمدلله حالا عزیزان خیلی ها منو میشناسن و دیدن، الحمدلله راضی هم هستم از زندگیم، چون به اون چیزایی که خواستم دارم میرسم، به اون رفاهی که من اصلا نمیتونستم یه مسافرت با زن و بچه هم برم، پولی نداشتم. اگر معذرت میخوام این حرفی میزنم، یه مهمونی برام میومد در قبل مثلا استرس داشتم که این چقدر هزینه برام ببره، این چجوری بشه فلان بشه، ولی الان دارم به اون درآمده میرسم. صرف خانم آجیلو، ما توی تجارت حالا وارد میشیم، کار میکنیم، فعالیت میکنیم، حالا یک سری از دوستان هستن که ازدواج نکردن، حالا چه دخترش چه پسرش، ولی وارد این شغل هستن. از جنبه یک فردی در واقع به این موضوع نگاه بکنین که حالا جانبداری هم نشه، یه فردی تاجره و یه پسری هم هست که میخواد بره خواستگاری، نگاه اون خانواده عروس به این پسر چه شکلیه؟ یعنی نگاه از بالا به پایین دارن نسبت به شغلش و کارش و حرفش، یا نه متواضع‌تر برخورد میکنن، نگاهشون یه چیز دیگه است و کلن این در واقع زاویه نگاه خانواده ها رو برای ما تشریح بکنیم، ببینیم چجوریه اوضاع احوال کسی که تاجر میره میره خواستگاری. خب ببینید، اول از همه بستگی به اون سبک زندگی اون فرد، مثلا آقا پسری میرن خواستگاری یا دختر خانومی، سبک و سیاق زندگی اون دختر خانوم به چه صورته، اصلا به چی نگاه میکنن، شغل رو در چی میبینن. اگر براشون واقعا جا افتاده باشه که تجارت چی هست، بازرگانی چی هست، خب دقیقا اون فرد خیلی محترم میدونن. سوالی که پیش میاد، ببین من مجردم، خب اگر کسی بیاد سراغ من بهش میگم که تجارت چیه، شما چی تجارت میکنید، تاجر چی هستید، خب چون من خودم تجارت رو دارم انجام میدم و اصلا جانبداری هم نگاهی به هیچی ندارم. تجارت چیه؟ چی تجارت میکنی؟ چی وارد میکنی؟ چی صادر میکنی؟ چجوری و چه کار میکنی؟ وقتی برای من جا بیافته و اون فرهنگ خانوادگی من برای من جا افتاده و ما باید این رو فرهنگ سازی کرده باشیم توی خانواده، بستگی به اون فرهنگ خانوادگی داره، نگاه اون خانواده داره که به شغل به چه چیزه، شغل کارمندی رو شغل فقط میدونن یا چه چیزی، تجارت رو تو چی میدونن.